اطلاعاتی که از منظومه شمسی و سیاره‌اش داریم یه مقدار خیلی زیادیش از دو تا کاوشگر افسانه‌ای به دستمون رسیده، وویجر 1 و 2. این دو تا فضاپیما مربوط میشن به برنامه وویجر که یکی از مهمترین پروژه‌های آژانس فضایی آمریکاست. هدف این پروژه شناخت دقیق‌تر منظومه شمسی بوده و اینکه اطلاعات کامل‌تری به دست بیاریم از قولای گازی، یعنی مشتری و زحل و اورانوس و نپتون. تو این ویدیو می‌خوام یه نگاهی بندازیم به سفر شگفت‌انگیز این دو قلوهای دوست داشتنی که چطور شروع کردن، کجاها رفتن، چیا دیدن، چه چیزایی به دانش ما اضافه کردن. پس اگه به این موضوع علاقه داری تا آخر ویدیو رو ببین. داستان از اونجا شروع شد که دانشمندای ناسا متوجه شده بودن که اواخر دهه 1970 سیاره‌های بیرونی منظومه شمسی، یعنی مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، توی یه فاصله‌های نسبت به همدیگه قرار می‌گیرن که احتمالاً میشه با استفاده از یه روش خاصی به نام کمک گرانشی فقط با یه فضاپیما هر چهارتاشون رو از نزدیک بررسی کرد. کمک گرانشی یعنی استفاده از جاذبه یه سیاره برای شتاب دادن به یه فضاپیما که باعث میشه بتونیم سرعت و جهت حرکت فضاپیما رو با نزدیک کردنش به یه سیاره کنترل کنیم. این کار باعث صرفه‌جویی زیادی توی سوخت و زمان میشه. در واقع بدون استفاده از این تکنیک فضاپیماهای وویجر نمیتونستن تا این مسافت‌های طولانی حرکت کنن. از اونجایی که این همترازی سیاره‌ها هر 175 سال یه بار اتفاق میافتاد، خیلی زود تصمیم گرفتن که این پروژه رو عملی کنن تا بتونن با کمترین هزینه ممکن بیشترین اطلاعات رو از این سیاره‌ها به دست بیارن. در نهایت اسم این پروژه رو گذاشتن وویجر، یعنی مسافر. بعد دو تا فضاپیمای مشابه هم براش در نظر گرفتن به نام وویجر 1 و وویجر 2. هر دو فضاپیما حدود 700 کیلو وزنشونه، سایزشون هم تقریبا به اندازه یه ماشین سواریه. برق مورد نیازشون هم از ژنراتورهای هسته‌ای تامین میکنن. در کل سیستم این فضاپیماها که حدود 40-50 سال پیش ساخته شدن هنوزم جزو پیچیده‌ترین چیزاییه که ما انسان ها تونستیم بسازیم. جفتشون با موشکای تایتان 3E از فلوریدای آمریکا پرتاب شدن. اول وویجر 2 پرتاب شد، 5 سپتامبر 1977. تقریبا دو هفته بعد وویجر 1 پرتاب شد. یکی از ویژگی‌های جالبی که این دوتا فضاپیما داشتن این بود که روی هر دوشون یه دیسک طلایی نصب شده بود برای اینکه اگه در آینده موجودات هوشمندی پیداشون کردن بدونن که اینا از کجا اومدن و کی ساختشون. درباره این دیسکا و اطلاعات جالبی که روشون ذخیره شده یکم جلوتر صحبت میکنم. خب اول سفر وویجر 1 رو دنبال کنیم. وویجر 1 هدفش این بود که اول مشتری رو بررسی کنه، بعدش بره به سمت زحل، بعدش هم حرکت کنه به سمت خارج از منظومه شمسی. بعد از اینکه از زمین پرتاب شد، یک سال و نیم طول کشید تا رسید به مشتری. اینجا برای اولین بار فهمیدیم که مشتری هم یه حلقه داره. البته خیلی نازک و کوچیکه، ضخامتش حداکثر 30 کیلومتره. دو تا ماه جدید هم اطراف مشتری کشف کرد به نام تبه و متیس. عکسای خوبی هم از قمرای مشتری گرفت، از جمله آمالتیا، آیو، یوروپا، گانیمد، کالیستو. یکی از جالبترین کشفیاتش آتشفشانهای عجیب قمر آیو بودن. آیو روی یه مدار بیضوی دور مشتری میچرخه که باعث میشه دائما به مشتری دور و نزدیک بشه. وقتی که بهش نزدیک میشه، جاذبه مشتری باعث میشه که کشیده بشه. بعد وقتی که دور میشه دوباره برمیگرده به حالت قبلش. این کش و قوس دائمی باعث میشه که حرارت زیادی داخل این ماه به وجود بیاد که در نهایت به صورت این آتشفشانهای عظیم بیرون میزنه. وویجر 1 بعد از اینکه کارش با مشتری تموم شد، از جاذبه مشتری استفاده کرد برای شتاب گرفتن به سمت زحل. 1 سال و 8 ماه بعد رسید به جواهر منظومه شمسی. تو مدتی که نزدیک زحل بود 5 تا ماه جدید کشف کرد به اضافه یه حلقه جدید به نام حلقه جی. عکسای خیلی خوبی هم از چند تا از ماهای زحل گرفت، از جمله تایتان، میماس، انسلادوس، تتیس، دیونه، رعا. باز یکی از جالبترین کشفیاتش قمر تایتان بود که تونست به فاصله 4000 کیلومتریش برسه. عکسایی که از تایتان برامون فرستاد نشون داد که جو خیلی غلیظی داره که
جلوی دیدن سطحش رو میگیره. 90% این اتمسفر نیتروژن بود. فشار جوش تقریبا 1.5 برابر زمین بود. دماش هم حدود منفی 180 درجه. نسبت به تمام محیط‌های دیگه تو منظومه شمسی بیشترین شباهت رو به زمین داشت. خب بعد از اینکه کارش با زحل هم تموم شد، شتاب گرفت به سمت خارج از منظومه شمسی. با یه سرعتی حدود 16.5 کیلومتر بر ثانیه. وویجر یک به خاطر نزدیک شدن به تایتان امکان اینکه به سمت دوتا سیاره دیگه حرکت کنه، یعنی اورانوس و نپتون، رو نداشت. برای همین این کار رو گذاشتن به عهده وویجر 2. وویجر 2 هدفش این بود که هم مثل وویجر 1 مشتری و زحل رو بررسی کنه، همین که بعد از این دوتا بره سراغ اورانوس و نپتون. 1 سال و 10 ماه بعد از اینکه از زمین پرتاب شد رسید به مشتری. سعی کرد یه نگاه نزدیکتری بندازه به قمرهای مشتری، مخصوصا آیو و یوروپا. چند هزار تا عکس و کلی اطلاعات مفید از خود مشتری و قمراش برامون فرستاد و بعدم مثل وویجر 1 از جاذبه مشتری استفاده کرد برای شتاب گرفتن به سمت زحل. حدود 2 سال بعد رسید به زحل. اینجا هم وویجر 2 سعی کرد نسبت به وویجر 1 به زحل نزدیکتر بشه تا بتونه بررسی دقیق تری انجام بده. برای همین تونست عکس‌های واضح تری از زحل و حلقه هاش و قمراش به ما برسونه. وقتی که کارش با زحل تموم شد، دوباره از جاذبه زحل استفاده کرد و به سمت اورانوس تغییر جهت داد. تقریبا 4.5 سال طول کشید تا برسه به اورانوس. وویجر 2 تونست 10 تا ماه جدید اطراف اورانوس کشف کنه، به اضافه 2 تا حلقه جدید غیر از اون 9 تا حلقه‌ای که از قبل شناخته شده بود. اطلاعات خیلی خوبی هم از سطح این سیاره و میدان مغناطیسیش و چیزهای دیگه به دست آورد و عکس‌های عالی هم از قمرای اورانوس برامون فرستاد. بعدش دوباره با جاذبه اورانوس تغییر جهت داد و حرکت کرد به سمت نپتون. حدود 3.5 سال بعد رسید به نپتون. از نپتون هم 6 تا ماه جدید کشف کرد به اضافه 4 تا حلقه جدید. غیر از اینا معلوم شد که نپتون به اون آرومی که قبلا فکر میکردیم نبوده. بادایی با سرعت 1100 کیلومتر بر ساعت روی این سیاره میوزه و مقدار خیلی زیادی هم متان روی سطحش هست که باعث میشه این سیاره به رنگ آبی دیده بشه. از بزرگترین قمر نپتون یعنی ترایتون عکسای خیلی خوبی برامون فرستاد که نشون میداد این قمر سردترین جرم منظومه شمسیه. آتش فشانهایی از نیتروژن منجمد روی سطح این قمر وجود داره. در نهایت مأموریت سیاره‌ای وویجر 2 هم تموم شد و به سمت بیرون از منظومه شمسی به راه افتاد. سال 2012 وویجر 1 وارد فضای بین ستاره‌ای شد. سال 2018 وویجر 2. وویجر 1 اولین ساخته دست بشر بود که تونست وارد این فضای بین ستاره‌ای بشه. وویجر 2 هم دومیش بود. یکی دیگه از کارهای جالبشون این بود که سال 1990 دوربینای وویجر 1 که داشت به سمت خارج از منظومه شمسی حرکت می‌کرد به عقب برگشت و حدود 60 تا عکس از خورشید و بقیه سیاره ها گرفت. اینا اولین عکسایی بودن که از طرف بیرون گرفته می شدن، از فاصله 6 میلیارد کیلومتری. از کنار هم چیدن و ترکیب این عکس ها یک عکس کامل به وجود اومد که زمین داخلش به شکل یه نقطه خیلی ریز آبی دیده می شد. این عکس معروف شد به نقطه آبی کمرنگ که کارل سیگن، ستاره شناس معروف آمریکایی، بعداً با الهام از همین عکس یک کتاب عالی نوشت به نام نقطه آبی کمرنگ، چشماندازی از آینده بشر در فضا. این عکس‌ها طبق چیزی که ناسا میگه آخرین عکس‌های فضاپیماهای وویجر بودن. بعد از اون برای صرفه‌جویی توی برق و حافظه دوربیناشون خاموش شد تا انرژی کافی برای اکتشافات بین ستاره‌ای داشته باشن. اما گفتم که روی فضاپیماهای وویجر دیسکای طلایی نصب شده بود برای اینکه اگه احیاناً موجودات هوشمند اینا رو پیدا کردن بدونن که اینا کار کی بوده و از کجا اومده. ایده جدیدی نبود. قبلا هم روی فضاپیماهای پایونیر 10 و 11 هم پلاکای نصب شده بود که اطلاعاتی در مورد انسان و منظومه شمسی میداد، اما خب خیلی ساده تر از اینا بودن. بریم یه نگاه دقیق تر بندازیم به این دیسکا، ببینیم اصلا چی هستن و چی روشون ذخیره شده. این چیز طلایی که روی فضاپیما میبینیم در واقع یک کاوره برای این دیسکا. این کاور روکش طلا داره و اطلاعاتی روش هک شده برای اینکه اون موجود هوشمندی که اینا رو پیدا میکنه بتونه اطلاعات داخلش رو بخونه و بفهمه که اینا از چه زمانی و چه مکانی اومدن. مثلا اطلاعات این قسمت نشون میده که تصاویر رو چجوری باید از روی دیسک خوند، چون که اطلاعات به صورت سیگنال روی دیسک ها ذخیره شدن.
یا مثلا اطلاعات این قسمت برای نشون دادن نحوه خوندن اطلاعات از روی دیسکه. این خود دیسکه، اینم اون هدی هست که قرار اطلاعات رو از روی دیسک بخونه. اطلاعات این قسمت هم موقعیت خورشید ما رو نشون میده بین 14 تا پالسار یا تپختر. اطلاعات جزئی تر اگه خواستید داخل سایت ناسا هست که لینکشو پایین ویدیو گذاشتم. غیر از اینا تو آبکاری این کاور از اورانیوم 238 هم استفاده شده که نیمه عمرش تقریبا 4.5 میلیارد ساله. یعنی 4.5 میلیارد سال طول میکشه تا نصف اتمای اورانیوم شکسته بشن و تبدیل بشن به اتمای سبکتر. این باعث میشه که هر کسی که در آینده اینا رو پیدا میکنه با اندازه‌گیری اورانیوم باقی مونده بتونه تشخیص بده که تا الان چقدر از عمرشون گذشته. پس هم موقعیت مکانیمون رو نشون میدن، هم موقعیت زمانیمون رو. یکی از مشوقای اصلی برای نصب این دیسکا همین کارل سیگن بود. یه کمیته به ریاست سیگن تصمیم گرفتن که چه اطلاعاتی روی دیسکا ذخیره بشه. دیسکا به قطر 30 سانتی مترن، از جنس مس با آبکاری طلا. 115 تا عکس مختلف روی هر دیسک ذخیره شده، به اضافه یه سری صدای طبیعی مثل صدای امواج دریا، رعد و برق، صدای باد، صدای بعضی از حیوونا. چند تا آهنگ هم از کشورهای مختلف اضافه کردن. پیامهای خوش آمدگویی به 55 زبان مختلف هم روش ذخیره کردن. زبان فارسی هم توش هست که اون شعر معروف سعدی رو میخونه که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن. صوت فارسیش اینه: درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، بنی آدم اعضای یک پیکرن، که در آفرینش ده یک گوهرن، چوزوی به درد آورد روزگار، دگر روزها را نماند قرار. یا مثلا صوت انگلیسیش اینه: Hello from the children of planet Earth. یا عربیش اینه: تحیاتنا للاصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. خیلی جالبه، این شعر سعدی الان حتی از منظومه شمسی هم خارج شده، میلیاردها کیلومتر از زمین فاصله گرفته. تازه شاید هنوز اول راه باشه، حتی نسل انسان بعد از میلیون ها سال از بین رفته باشه، اما این شعر همچنان تو فضا روی یه دیسک طلایی با یه سرعت خیلی زیاد داره به سمت ناکجا آباد حرکت میکنه. تمام عکس ها و صداها و آهنگایی که روی این دیسک ها ذخیره شدن داخل سایت ناسا هست که لینکشو گذاشتم زیر ویدیو. اما آیا اینکه انقدر دقیق موقعیت خودمون رو داد بزنیم واقعا کار عاقلانه ای بوده؟ افرادی که نسبت به موجودات فضایی نظر خوبی ندارن با این ایده مخالف بودن. معروفترینشون استیون هاوکینگ بود که گفته بود به فضایی ها نگویید که ما اینجا هستیم، شاید دوست ما نباشن. من خودم نظر شخصی اینه که حتی اگه موجودات فضایی کاملا با ما دشمن باشن، جهان هستی به حدی پهناور و بزرگه که پیدا کردن این 4 تا دونه ماهواره‌ای که ما اطلاعات خودمون رو روش نوشتیم و به فضا فرستادیم مثل پیدا کردن یه دونه اتم داخل یه اقیانوس پهناوره. شما در نظر بگیرید همین وویجر 1 که الان تقریبا با سرعت 17 کیلومتر در ثانیه داره حرکت میکنه، تقریبا چیزی حدود 30-40 هزار سال دیگه طول میکشه تا به اولین ستاره برسه. نزدیکترین ستاره از بین میلیاردها ستاره که فقط توی کهکشان خودمونه. ما طوری اسیر این فاصله ها و وسعت عظیم جهانیم که واقعا به نظر نمیرسه این 4 تا دونه پلاک تهدیدی برای موجودیت ما باشن. این نظر شخصی من بود. شما چی فکر میکنید؟ چیزی که شکی توش نیست اینه که این مسافرای دوقلو با کاوشگرهای دیگهی که به فضا فرستادیم مثل چراغ قوایی بودن که نورشون باعث شد این محیط تاریک و ترسناکی که توش هستیم و بهتر ببینیم و بهتر بشناسیم. خدمتی که این غلامای حلقه به گوش به ما کردن واقعا با هیچ قابل مقایسه نیست. نظر شما چیه راجع به این کاوشگرایی که چشم و گوش ما میشن توی فاصله های چند میلیارد کیلومتری؟ فکر میکنید ارزش هزینه‌ای که براشون میشه رو دارن، یا اینکه این هزینه ها بهتره صرف همین زندگی عادیمون روی زمین بشه؟ حتما نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. در آخرم یادت باشه که مثل همیشه بدون هیچ ترسی سوال بپرسید.